عزیزای دلم سلام، من امیر سینکی هستم، مدرس موسیقی و میکس و مستر. امیدوارم حالتون خوب باشه. در اپیزود 15 هم هستیم، قدرتمند پیش میریم برای اینکه شما یاد بگیرید که میکس و مستر به چه شکل است. امروز بحث خیلی فوق‌العاده ضریب هوم ها، فرکانس های هوم حتما خیلی اذیتتون کرده. برای ضبط گیتار داشتید، برای ضبط های خاص داشتید، وکال همینطور. میخوام براتون در مورد این صحبت بکنم و کنار اون دی اس ار هم براتون توضیح بدم، یعنی فرکانس های 3 و 6 که خیلی گوشو میزنه، مخصوصا خواننده ها میخونن و شما رو اذیت میکنن. میخوام براتون بگم که چجوری میشه اینا رو مرتفع کرد. خب بچا گوش بکنیم با هم. یه روز اگه نبودیم دلم به این خوشه بیای بخوابم، حواست نیست به این دیو. اینجا گفتش که حواست نیست به این، حواست نیست به این دیوونه. دو تا سه گفت. این سه ها تو گوش اذیت میکنه. برای اینکه این کار رو انجام بدید، من دست به سیوم خیلی خوبه، همیشه کنترولس دارم، یعنی اینقدر کنترل زدم دیگه اون سی تی آر ال روی کنترلم کلا پاک شده. چون نرسا رو میتونید شما بهشون دستور بدید که براتون همیشه اکسپورت، یعنی یک سیو از در اصل بخشید بگیرن. منتها اصل موضوع این هستش که شما الان میخواهید یک دی اس ار بیارید. معمولا بعضی از نرسا رو باگ دارن، ممکنه پلاگین ها مشکل داشته باشن. یادتون باشه پلاگین ها اینطوری کلا بعضی وقت مشکل ساز خواهند شد، به خاطر همین دست به سیوتون خوب باشه خیلی خوبه. ببین بچه‌ها، من می‌خوام اینو انجام بدم ولی این لاین من مونو ضبط شده روش و من اگر به صورت یک افکت استودیو اینجا بیارم، این لاینمو کلا می‌کنه استودیو میفرسته توی مستر. من نمی‌خوام این اتفاق بیفته الان و به خاطر همین این لاین رو کلیک راست می‌کنم، یه باس براش می‌سازم، یه باس استودیو که الان هر صدایی از تو اون لاین بیاد میاد تو اینجا. نگاه کنید، من سولو می‌کنم همون لاین فقط صداش میاد. حواست نیست به دیدید سیارو. حالا می‌خوایم اینجا یه دونه دی اس ار لود بکنیم. خب ما میاریم دی اس ار مونو، آره دی اس ار استودیو، اینو لود میکنیم و اینجا باز میشه. من براتون میارمش ببینیدش. این الان نرم‌افزار دی اس ار ما هست که مال کمپانی ویو هست، بسیارم عالیه. شما میتونید لود داشته باشید، یعنی از پریست های خودش استفاده کنید. این پریست ها مثلا آقایون صدای 3، آقایون صدای 6، اینا منحنی های نرمالشه ها. خانم ها صدای 3 و خانم ها صدای 6 رو ساپورت میکنه. مثلا من برای خودم الان 3 رو در نظر میگیرم، میره رو فرکانس 3، رو 3 آقایون روی 4500 هرتز که میایید اینجا شما این صدا رو کمش میکنید با ترشولد، یعنی روی این فرکانس فقط کمپرس اتفاق میفته. گوش کنیم. حواست نیست. ببینید الان ترشولد رو من تا منهای 30 35 36 میارم. حواست نیست. وقتی 3 میگه منهای 12، منهای 12 خیلی زیاده. یادتون باشه اون دفعه هم تو کمپرسور بهتون گفتم که بیشتر از منهای 8 ممکنه یه خورده خفگی ایجاد کنه. به خاطر میارمش بالاتر. گوش میکنیم. حواست نیست. آها الان مناسب شد. گین ریداکشنمون رو صفر میکنیم. حواست نیست که اینجا بهمون اتنشن داره. الان تا منهای 8 اومد. عالیه. ببینید گوش کنید، دیگه 3 اذیت نمیکنه. گوش کنید. حواست نیست به این دیوونه که دیوونه. دیدی چه اتفاقی افتاد؟ حواست نیست به این دیوونه که. حالا من اینو بایپاس میکنم. حواست نیست. 3 داره میزنه بیرون، 8 دی بی داره میزنه بیرون و این خیلی بده. ببین چقدر امکان جالبه. تو یه موقع خواننده 6 صداش گوشتون اذیت میکنه، 3 اذیت میکنه، اینجا میتونید به این راحتی از این فاکتور استفاده کنید که 3 و 6 رو حذف کنید. کار دیگه که میخوام بهتون یاد بدم اینه که کشف فرکانس های هوم هستش. ببینید بچه ها، الان صدای منو توی این اتاق میشنوید. من این صدا رو آن میکنم یه لحظه، فقط این افکتامو یه لحظه از روش ببندم. اصلا بذار یه لاین جدید باز کنم، مشکلی نیست. یه لاین جدید باز میکنم، اتراک میکنم اینجا، میاد اینجا، اسمشو میذاریم تست. اسم لاینمو میذارم تستا. یه دونه کانتور مونو روی اینپوت لفت کار صدام و اوکیش میکنم. این صدای منو گوش کنید. واو، هنوز روشن نکردم. هوم میده. گوش کنید. 1 2 3. این هوم مال اتاقه، یعنی مجموعی از صدایی که از باند داره میاد تو میکروفون و صدایی که تو محیط آکوستیکی من داره میپیچه. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ این هومو بشناسیم و حذفش کنیم. اولین کاری که میکنید این هستش که شما یک اکولایزر روی این لاین لود میکنید، بلافاصله مانیتورتون روشن میکنید، مانیتورینگتون رو روی نرم‌افزار روشن میکنید. نگاه کنید، 129. این هی داره میره بالا. میدونی که چرا؟ میدونی که چرا میره بالا؟ به خاطر این میره بالا که هی رزونانس میشه دیگه، تو اتاق هی رزونانس میشه. به خاطر همین همین اتفاق میفته. دنیای رزونانس دنیای جالبیه. خب ببین بچه ها،
نرم افزار پروکیوتری شرکت فوق‌العاده فاب فیلتر که خیلی مدیونی هستن میاد کار جالب میکنه. وقتی شما دستتون رو پایین اکولایزرتون نگه میدارید، خب ببینید من این روشن کنم دوباره. حالا شما این کم کردن که رزونانس نمیشه، بزنید برش کردن سر جاش، دیدتش کنم. ۱۲۹ هرتز رو برای من کشف کرد. من دبل کلیک میکنم، ساخته میشه، صفرش میکنم و اینجا ولوم فرکانسیشو میارم پایین با کیو مثلا نزدیک 5 یا حتی بیشتر، کمش میکنم یا به صورت داینامیک اکولایزر این کار رو میکنم. اوه چی شد؟ فرکانس هوم هم رفت. بعد یه سری فرکانس های هوم ناشناخته اینجا هست، حالا اینجا هم داره فرکانس میده. این هم هشش این هم باز میتونیم کلیک کنیم بیریم شبایی. یه چیزی هم اینجاست ما نمیبینیم چیه. این چیه اینجاست؟ بذاریم دستم رو این گردم. یه چیزی اینجا داره مزاحمت ایجاد میکنه. بله فرکانس 50 و 60 هرتز هستش. بچه ها چیزی که میخواستم این رو صحبت کنم اینه، ضریب های 50 و 60 هرتز به طور کلی فرکانس های هوم هستن. ضریب یعنی چی؟ یعنی 50 100 150 200 250 یادتون باشه، فرکانس 60 120 180 240 و حتی 300. نگاه کنید اینجا رو، 300 مشترک دیگه بین فرکانس ضریب 50 و 60 مشترک. من این دو تا رو سلکت میکنم و با این ابزار تا ته میبرم اینو کم میکنم. چه جالب، یه فرکانس هوم دیگه از صدامون حذف شد. باز این فرکانس رو حذف میکنم. اینا ضرایب هوم ما هستن. نگاه کنید دارن کمپرس میشن دیگه، هیچ فرکانس غیر مطلوبی اینجا نداریم. براتون جالب بود نه؟ دنیای ما پر از این فرکانس هاست. بعضی موقع بعضی از آدم ها رو ملاقات میکنید احساس میکنید فرکانستون باش نمیخونه، حال نمیکنه، یه جوریه، نمیدونم، برامون جذابه ولی نمیدونم چرا نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. بچا فرکانساتون بهشون نمیخوره. اینه که دارم میگم یه چیزای فرا روانشناسی در اصل، ممکنه خیلی مستند نباشه ولی دنیای ما مجموعه فرکانساست. الان سه های منو ببینید، همون دیگه سره گفتم امید اینجا عمل میکنه. من این ناد اینجا میذارم، صدا صدا و همین را به صورت داینامیک کم میکنم، صدا صدا دیگه شما رو اذیت نمیکنه. دنیای فوق العاده یک، شما میتونید خوب از این استفاده کنید، فوق العاده است. این داینامیک اکولایزر ها مثل همون دی اس ار هستن، هر جا که فرکانس اون یک نقطه از توان خیلی بالایی برخوردار میشه اینا محدودش میکنن. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه، استفاده کنید. هر جا فرکانس غیر مطلوب دارید اینجا دستتون نگه میدارید، بهتون نشون میده فرکانس های خیلی زیادی. البته بهتون بگم که هر چیزی هم نباید کم کرد، ولی فرکانس های ابنورمال وقتی روشون کلیک میکنی میشنویشون، حالا من بیارمش اینجا بشنویشون، متوجه میشی که یه فرکانس معیوبی اینجا وجود داره. اون فرکانس رو به محض اینکه پیدا میکنی فریزش میکنی، داینامیک کمش میکنی، فرکانس محدود میشه. این فقط یادتون باشه خیلی باید با نرمی انجام بشه، چون ممکنه فرکانس های اصلیتون رو از بین ببره. مثلا الان من اینجا این کارو کردم، فرکانس های فرکانس هم از بین رفته. اینو دارم میگم اینجا، این هم فرکانسی که مزاحم بود، دیدی چه جیغی میکشید؟ به خاطر اینکه این فرکانس های با ایرادی هستن که ممکنه از طریق میکروفون، از طریق صدای خواننده، محیط آکوستیکی و هزار تا چیز دیگه ای انتقال پیدا کنن. خیلی مواظب خودتون باشید، منو لایک کنید. ویدیوهای فوق العاده ای دارم، از این به بعد حتی بهترم خواهد شد، به خاطر اینکه میخوام علومی رو به شما انتقال بدم که فوق العاده هستن. همین که صحبت میکنم من اینا رو کلایز کنم که شما ببینید چقدر یه فرکانس های هم همه به میره. میخوام این ویدیو رو در اختیارتون بذارم و شما استفاده کنید. امیدوارم که با تمام توان پیش بریم و ببینم که شما میکس منای فوق العاده ای هستید. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدار.